اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب الحمدلله توفیق داشتیم در سه جلسه گذشته تا آیه 45 سوره سبع رو با هم مرور کردیم. انشاءالله که خداوند قلوب ما رو با نور قرآن هدایت کنه. خب در آیه 46 سوره سبع خداوند پیامبرش می‌فرمایند قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. ای پیامبر بگو شما را به یک چیز اندرز می‌دهم، دو تا دو تا یا یکی یکی قیام کنید برای خدا. ثم تتفکروا، سپس فکر کنید ما به صاحبکم من جنه، پیامبر شما جن زده و دیوانه نیست. خب در این قسمت در این آیه چند تا نکته وجود داره. ان تقوموا لله، باید قیام کرد برای خدا. به حرف نمیشه، این که صرفا ما حرف بزنیم و عمل نکنیم فایده نداره، باید اقدام کنیم برای خدا. و همچنین مثنا و فرادا، این که جمعیت ما کمه یا زیاد هستیم هم دلیل بر این نمیشه، باید کارها رو سبک گرفت. تک نفری هستیم باز هم اقدام کنیم، چند نفر هستیم باز هم اقدام کنیم. ثم تتفکروا، باید در هر کاری هم فکر کرد. ما روایت متعددی داریم در کتب حدیثیمون که ما رو بسیار توصیه کردن به فکر کردن، من جمله اون روایت معروف که یک ساعت فکر کردن افضل از 70 ساعت عبادت خدا. خب معلوم هم از البته چه فکر کردنی. خب فکر کنید ما به صاحب کن من جنه، پیامبر شما دیوانه نیست. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پیامبر شما رو از آمدن یک عذاب دردآوری میترساند. خب یک نکته دیگه ای که لازم هست تو این آیه بهش توجه بشه این هستش که قیام 3 تا عنصر داره. شاید از این آیه بشه اینو فهمید. اگر کسی بخواد قیام کنه باید اولا خالصانه باشه، برای خدا باشه. اینکه با مقاصد دیگه بیاد قیام کنه و یک در واقع جریانی رو راه بندازه، این شامل این آیه نمیشه. اقدام کنید برای خدا. فاکتور دومی که تو اینجا مهمه فکر کردن است. ثم تتفکروا، باید فکر کرد، بدون فکر نمیشه کار کرد. و همچنین این که ما یک رهبر نیاز داریم، صاحب کن، برای قیام کردن ما به یک رهبر نیاز داریم. خب خوب هست اینجا اشاره کنیم که در روایات ما یک در واقع معانی و لایه‌های دیگری از این آیه رو بیان کردن که خب میطلب مراجعه بشه. مختصرش اینه که اعظکم بواحده فرمودن که این امیرالمؤمنین علیه السلام هست و مبسوط همونجا توضیح داده شده. خب در آیه 47 خداوند به پیامبر میفرمایند که قل ما سألتکم من اجرن فهو لکم، هر موزی که من از شما میخواهم به نفع شماست، برای شماست. خب اولا این در واقع در ادامه آیه قبل که ما رو توصیه به تفکر کرده، گفت تفکر کنید. اگر تفکر کنید ببینید که این انذاری که من شما رو میدم هیچ منفعتی برای من نداره، در واقع همش منفعت برای خود شماست. و اگر این رو ما در کنار سایر آیات ببینیم، مثل آیه 23 سوره شورا که داره قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا،
که من از شما مزد نمیخوام جز دوستی با اهل بیت علیهم السلام. خب اینجا خیلی روشنتر میشه که اهل بیت علیهم السلام صراط هستن، راه هستن، راه هدایت هستن. در روایت ذیل همین آیه به همین نکته اشاره شده که باعث هدایت ما هستن و ما رو از عذاب آتش نجات میدن. خب این خیلی روشنه که این منفعتش به خود ما میرسه، منفعتش برای پیامبر نیست. فهو لکم، اگر من اجری میخوام اون به نفع شماست، برای شماست. این اجری الا علی الله، مزد من بر کسی نیست جز بر خدا. و هو علی کل شیء شهید، و خداوند هم بر همه چیز گواه و شاهد است. خب نکته‌ای که اینجا هست این هست که کسی که خداوند رو ناظر بر کارها ببینه و هو علی کل شیء شهید، اگر کسی خداوند رو ناظر بر کارها ببینه دیگه دنبال اجر و مزد از کسی دیگه‌ای نمیره و خیالش راحت، خداوند این پاداش رو به او خواهد داد. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، بگو پروردگار من که علام الغیوب است به بهترین شکل غیب رو میدونه، از اون مطلعه و حق رو بر دلها القا میکنه. یقذف بالحق، و حق را بر دلها القا میکنه. خب دوباره از اینجا شاید یک نکته ای رو بشه متوجه شد که باید با حق به سراغ باطل رفت، یعنی حق به سمت باطل هجوم میبره. یقذف بالحق، پرتاب میکنه حق و خداوند. و همچنین این که از علام الغیوب فهمیده میشه که باید اطلاعات وسیعی داشت تا به حق رسید. احقاق حق اطلاعات وسیعی رو میخواد. و گفته شده که حق هم قرآن هستش. در آیه 49 خداوند میفرماید قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید، بگو حق آمد و باطل کاری دیگه ازش ساخته نیست و کاری رو هم نمیتونه آغاز کنه، نمیتونه کار جدیدی رو شروع کنه. خیلی آیه زیبایی است، قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. خب ممکنه سوال بشه که چرا الان باطل هست؟ ما که الان هم حق رو میبینیم هم باطل رو میبینیم. یک وجهش میتونه این باشه که خب حق هست ولی مثل دکتری که هست، ولی دلیل بر این نمیشه که وقتی که بیمار عمل نمیکنه به نسخه دکتر، دلیل بر این نمیشه که دیگه بیماری هم نباشه. حق اومده و به ما گفته شده و این بحث علمشه، ولی عمل کردن ما بحث دیگری است و نیاز هست که عمل بشه به اون. این حالا میتونه یک وجه این آیه باشه. قل ان زللت فانما اذل على نفسي و ان اهتديت فبما يوحي الي ربي. خب در این آیه پیامبر میفرماید اگر من گمراه شدم خب به زیان خودم هست، و اگر هم هدایت شدم به خاطر چیزی هست که خدا به من وحی کرده. هدایت من ناشی از وحی خداست و گمراهی من ناشی از کار خودم هست و به ضرر خودم. انه سمیع قریب، خداوند شنوا و نزدیک است. خب این محتوا رو جاهای دیگر هم داریم که ما اصحابک من سیئت و من نفسک، اگر بدی به شما میرسه از جانب خودتونه و اگر خوبی هست از جانب خداست. هم منشأ همه خوبی ها خداست. خب این خیلی عجیب نیست ها، یه بنده خدایی مثالی میزد خیلی در واقع روشنگر هست تو اینجا، که وقتی که ما کره زمین و خورشید رو میبینیم، بعضی از جاهای کره زمین روزه، بعضی جاها شبه، بعضی جاها روشنه، بعضی جاها تاریکه. خب این که جاهایش روشن هست ناشی از زمین نیست، ناشی از نور خورشیده. ولی اگر جایی از زمین تاریکه ناشی از کار خود زمینه. و در آخر میفهمند و ان اهتدیت فبما یوحی الی ربی، یعنی این وحی رو که ارسال کرد بر اون نظارت هم داره. سمیع آن قریب. در آیه 51 میفرمایند ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب، اگر ببینی این
کفار و مستکبران رو در حالی که دارن داد و بیداد میکنن، داد و فریاد میکنن از شدت عذاب، اینها هیچ راه گریزی ندارن. اگر ببینی اینها رو تعجب میکنی که اینها این گونه داد و بیداد میکنن ولی هیچ راه گریزی هم در کار نیست. فلا و فوته و اخذوا من مکان قریب، اینها از مکانی نزدیک که همون قیامت باشه دستگیر میشن و آورده میشن. خب این آیه داره اینو بیان میکنه که بالاخره این کفاری که اینقدر بهشون موعظه میکردن و هیچ گوش نمیدادن در دنیا، بالاخره اینها رو احضار میکنی و پای حساب کتاب هم فرا میرسه، گذر پوست به دباخانه هم میفته و این جزا هم هیچ مشکلی از اونها رو حل نخواهد کرد. در ادامه میفرمایند و قالوا آمنا، حالا که کارشون گیر افتاده، گرفتار شدن، میگن که ما ایمان آوردیم، آمنا بهی و انا لهم التناوش من مکان بعید. دیگه اینجا خیلی راه داره با اون جایی که دنیا بود و محل عمل بود، خیلی فاصله هست، مکان بعیده، اونجا مکان قریب بود. کار خدا، گرفتن خدا مکان قریبه، برای خدا در آخرت کاری نداره، ولی دنیا مکان بعیده برای ما که دستمون نمیرسه دیگه به دنیا که برگردیم و اونجا عمل صالح انجام بدیم. و خب اینجا میفرماید که و اونها دستشون به دنیا که مکان بعید هست نمیرسه، اون وقتی که وقت عمل کردن بود عمل نکردن و الان دیگه این ایمان به دردشون نمیخوره، که وقتی ایمان اضطراری به درد نمیخوره، ایمان اختیاریه که به درد میکنه، از روی اختیار ایمان آوردن در دنیا، اونه که به فریادشون میرسه. والله در اینجا بعد از این که عذاب رو دیدن تازه یادشون رو بیفته که ایمان بیارن، این هیچ فایده ای نداره. در ادامه میفهمند وقد کفروا به من قبل و یقذفون بالغیب من مکان بعید. اینهایی که الان میگن ما ایمان آوردیم، اینها در دنیا کفران ورزیدن و کافر شدن به خدا و یقذفون بالغیب من مکان بعید و تیر در تاریکی مینداختن و به پیامبر تهمت میزدند. به پیامبر ایراد میگیرن تیر در تاریکی، حالا اینجا شاید به این معنا باشه که هی به پیامبر میگفتن که چرا وحی بر شما نازل شده بر ما نازل نشده، چرا شما اگر پیامبر هستید چرا قصر طلا ندارید و ایرادهای الکی که می گرفتن و پیامبر رو متهم می کردن. آیه آخر سوره سبع، خداوند می فرمایند و حیل بینهم و بین ما یشتهون، و بین اونها و اون چیزهایی که آرزوش رو می کردن ما جدایی انداختیم و جدایی افتاد بین اونها. کما فعل به اشیاهم، همونطوری که با امثال اونها هم همین کار رو انجام دادیم. انهم کانوا فی شک مریب، اونها در شک و تردید سختی بودن. خب اینها توی دنیا مغرور و سرمست بودن که این نعمات به اونها داده شده و با ثروت آرزوهای بلند بالایی داشتن و وقتی که مردن، این مردن فاصله میندازه بین اونها و آرزوهاشون، ولی کسی که مؤمن باشه آرزوش همش در قیامته، آرزوش رسیدن به بهشت، به نعمتهای خداست. یه نکته دیگه هم که شاید تو این آیه بشه اشاره کرد، بحث شک. شک وقتی که مقدمه باشه برای تحقیق و تفحص و رسیدن به حق، این شک خیلی خوبه، ولی شکی که در اینجا مراده و شکی که در واقع خوب نیست و بده، این شکی که با سوء ظن و بدبینانه است. خب سوره سبع الحمدلله تموم شد و وارد سوره دوم در جزء 22 قرآن که سوره 35 قرآن هستش، سوره فاطر وارد میشیم. این سوره در مکه نازل شده و مانند سایر سوره هایی که در مکه بر پیامبر نازل شدن، بیشتر محتوای اونها معارف هستش و بحث های معاد و توحید و از این دست مباحث مؤمنان و کافران مطرح میشه. خب این سوره 45 آیه داره و ما یک فضیلت رو در ابتدای سوره سبع در رابطه با این دو سوره
از امام صادق علیه السلام خوندیم. اینجا هم یک فضیلت دیگر رو بیان میکنم. امام صادق علیه السلام میفرمند کسی که این سوره رو تلاوت کنند مختار میشه وقتی روز قیامت شد که از هر کدام از صدر بهش که میخواد وارد بهش بشه، که این درها بابهای نعمت خداوند هستن که حالا مبسوط توضیح داده شده. خب آیه اول، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله فاطر السماوات والارض. خب ستایش مختص خداوندی است که آسمان ها و زمین رو خلق کرد. فاطر به معنای خلق ابتکاری است، متفاوته، یعنی کسی که بدون اینکه از خلق اولی است و خلاقانه است و از نوعه. الحمدلله، خب حمد خدا دلیل میخواد، دلیلش هم همینه، خالق سماوات و زمینه. جاعل الملائکه، همچنین خداوند فرشتگان را که دارای بالهای دوتا دوتا، ستا، چهارتا دارن، اینها رو فرستاده خودش، رسولان خودش قرار داد. خب بال در اینجا خب میتونه به معنای قدرت خداوند باشه، کما اینکه گفته شده یزید و فی الخلق ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر. خداوند هر چیزی رو که بخواد در آفرینش اضافه میکنه، میافزاید و خداوند بر همه چیز تواناست. خب این عبارت آخر آیه به این معناست که خداوند در خلق کردن دستش بازه و هیچ محدودیتی در خلق کردن نداره و بر همه کار تواناست. در آیه دوم میفرماید هر رحمتی رو که خداوند درش رو باز کنه به سوی مردم، کسی نمیتونه اون در رحمت خدا رو ببنده. در مقابل و ما یمسک فلا مرسل له، و هر دری رو هم که خدا ببنده کسی نمیتونه اون در رو باز کنه. هر چیزی رو که خدا دریغ کنه کسی نمیتونه بیاد اونو بده. فلا مرسل لکو من بعده، کسی دیگه جز خدا چیزی نداره که بخواد وقتی خدا دریغ کرد بیاد اون رو عطا کنه. همه چیز برای خداست و قدرت از آن خداست. خب این معنای آیه روشنه که همه کاره این عالم خداست، همون بحث توحید افعالی که گفته میشه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. چند تا نکته در این آیه هست که خوب است بهش اشاره کنیم. اول اینکه گشایش رو مقدم کرد بر دریغ کردن، بر بستن در، یعنی خداوند دنبال رحمت دادنه و اگر هم از چیزی دریغ میکنه بنابر مصالح هست. و نکته دوم این که لناس داره اینجا، نگفته برای مؤمنین. خداوند یک رحمت عام میداره که شامل همه مردم میشه، مؤمنان و کافران، و مختص تنها مؤمنان نیست. این نکته دوم. یه نکته سومی که در واقع با از تکمله آیه هم فهمیده میشه و هو العزیز الحکیم، خداوند غلبه ناپذیر و حکیم است. خب سوال ایجاد میشه که خب این که نشد خداوند هر کاری دلش بخواد بکنه، از روی هوا هوس نستجیر و بالله، این که هر کسی رو خواست، هر رحمتی رو خواست بده، هر چیزی رو خواست دریغ کنه، این که نشد. حالا در آیه بعدم داریم همین محتوا رو. جواب این روشنه. ما وقتی که داریم میگیم خداوند حکیمه، این خیالمون راحته که کار دست یک فرد حکیم هست. ما وقتی یک کاری رو داریم، یه ساختمونی رو میخواییم بسازیم، خیالمون راحته، میگیم هر چی تو تصمیم بگیری برای ساختن این همون درسته. خیالمون راحت، دست کار دست استادشه، دست صاحب فنشه. خدا هم حکیم هست و عزیز. وقتی که خدا اراده کنه یک کار، اون کار قطعا حکیمانه است و بهترین کاره و بهتر از اون امکان نداره واقع بشه. و خیال ما از این وقتی راحت بشه دیگه میگیم که هر کاری خدا بخواد، من یشا. در آیه سوم میفرماید یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، ای مردم نعمتهایی رو که خدا به شما داده یاد کنید. خب
اولین نکته اینه که یاد کردن نعمت چند تا فایده داره. اول باید ما بفهمیم که این نعمت رو خدا به ما داده. نعمت‌ها رو از خدا ببینیم. نگیم که خودمون زحمت کشیدیم و به دست آوردیم. نعمت الله، اینا نعمت‌هایی که خدا به ما داده و باید نعمت‌ها رو از خدا ببینیم. خب وقتی که نعمت‌ها رو از خدا دیدیم، اذکروا، این نعمت‌ها رو یاد کنیم. یاد کردن نعمت یکی از فایده‌هاش اینه که ما رو آگاه می‌کنه. و وقتی آگاه شدیم، با فکر کردن علاقه ایجاد میشه نسبت به خدا. دیگه سراغ کسی دیگه جز خدا نمیریم. خب در ادامه میفرماید هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض. یک سوال میپرسه، آیا خالق غیر از خدا وجود داره؟ هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، شما رو از آسمان ها و زمین روزی میده. خب ما رو این سوال ما رو داره دعوت به فکر میکنه. یه فکری بکنیم که خداوند هم خالق ماست، ما رو خلق کرده و همچنین ما رو روزی میده. یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون. خدای غیر از او نیست، فانا تؤفكون، پس چرا از راه حق به سوی راه باطل برمیگردید؟ نکته‌ای که اینجا هست اینه که از فانا تؤفكون فهمیده میشه که وقتی که ما از راه حق به سمت راه باطل برمیگردیم، این نشون میده که ما از ابتدا فطرت ما بر حق بوده و کسانی که سراغ باطل میرن از راه حق منحرف شدن، از فطرت خودشون منحرف شدن. خب در آیه چهارم سوره فاطر خداوند میفرماید و ان یکذبوک فقط کذبت رسلون من قبلک و الی الله ترجع الامور. نگران نباش، پیامبران قبلی رو هم مثل تو تکذیب میکردن و همه امور به سمت خدا باز میگرد. خب نکته ای که اینجا هست اینه که اولا همه پیامبرها کفار باهاش مخالف بودن، مخالف داشتن، کذبت رسلون من قبلک. و نکته دیگه این که اینها مخالف فرد نبودن ها، مخالف مکتب و فکری که پیامبران می آوردن بودن و با شخص کار نداشتن. چرا که و این یو کذبوک فقط کذبت رسلون من قبلک، از این فهمیده میشه که با فکر اینها مشکل داشتن و نه با فرد. و نکته دیگه ای که خوب از اشاره بشه اینه که تکذیب کردن دیگران هیچ ضرری به حقانیت یک مطلبی نمیزنه و این از این آیه به خوبی فهمیده میشه. این رو ما در آیات متعددی داریم که بهش اشاره شده. و نکته آخری که اینجا هست و الالله ترجع الامور، وقتی که ما بدونیم به سمت خدا برمیگردیم، بازگشت ما به سوی خداست، دیگه این تکذیب کردن ها و یا تأیید کردن ها ما رو نگران و خوشحال نخواهد کرد. میدونیم که بازگشت ما به سوی خداست و کارها به سمت خدا برمیگرده و دیگه این تحمل این تلخی ها و سختی ها هم راحت میشه برای ما انسان. در آیه پنجم خداوند میفرمایند یا ایها الناس ان وعد الله حق. ای مردم، وعده خداوند حق است. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. این زندگی دنیا شما رو فریب نده. ولا یغرنکم بالله الغرور. خب غرور شیطانه. غرور به کسی میگن که بسیار فریبکار باشه. و همچنین میگه خداوند شیطان شما رو فریب نده ها. خب در این آیه دو تا از خطرهای مهمی که انسان در زندگی در دنیا باهاش مواجهه و خیلی ها رو زمین زده همین دو تا بلا و آفت اشاره میشه. نکته اول این که فلا تغرنکم الحیات الدنیا، این زندگی دنیا، این زرق و برق، این
قدرت، این ثروت، این شهرت، اینها گول نزنه شما رو، کما اینکه بسیاری از افراد با همه اینها در واقع عاقبت به خیر نشدن و عاقبت به شر شدن. این یکی از آفتهای، یکی از چاهایی است که جلوی پای انسان هست و در این دنیا ممکنه گرفتارش بشه. خب نکته دوم، بلای دوم، شیطان هستش. شیطان دائما در کمین هست، همونطوری که قسم خورده انسانها رو از راه خدا باز بداره، این دومین بلایی هست که در انتظار انسان هست و باید مراقبت کرد. خب وسوسه میکنه، میگه آقا الان چطور وسوسه میکنه؟ ما الان جوان هستیم، خب لازم نیست الان لذتشو ببریم، کیف کنیم، حالا وقت توبه هست. از کجا معلوم که ما قرار 80 سال 100 سال عمر کنیم؟ ممکنه ما در همین 20 سالگی از دنیا بریم، در 40 سالگی از دنیا بریم. کما اینکه اگر نگاه کنیم بسیاری از کسانی که از دنیا میرن، اگر نگیم بیشترشون، در همین سن جوونی هستن. یا اینکه ممکنه چیزی که گفته میشه، خدا مهربونه، خدا ارحم الراحمینه و ما رو میبخشه، لازم نیست اینقدر خودمون رو به سختی بندازیم، در حالی که تأکید شده دو همین قرآن عمل صالح لازم هست، اشاره هم میشه در آیات بعد. یه نکته دیگه هم که خوب هست اینجا اشاره کنیم اینه که خداوند دو بار ما رو پرهیز داده در یک آیه یک خطی، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. تأکید میشه که مراقب باشید، گول نخورید ها، دو بار تأکید شده، فلا تغرنکم ولا یغرنکم. خب نشون میده که برای اینکه ما تربیت کنیم، برای اینکه هشدارهامون اثرگذار باشه، نیاز به تکرار داریم. خب در آیه ششم میفرماید ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. این شیطانی که بهش اشاره شد دشمن شماست، پس شما هم اونو دشمن بدونید. خیلی مهمه که دشمنی شیطان رو جدی بگیریم و اولا بفهمیم که این دشمن ماست، ثانیا دشمنیش رو جدی بگیریم. این جوری نیست که ساده بگیریم و بعدش ما رو نابود میکنه و مبتلا به عذاب میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر شیطان دشمن است چرا پس از اون غافلیم؟ اگر واقعا دشمنه. خب در ادامه میفرماید انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر. شیطان احزاب و دار و دسته خودش رو خبر میکنه که همه برن به سمت آتش جهنم. سعیر به معنای اینجا آتش برافروخته هستش. خب در ادامه در آیه 7 داریم الذين كفروا لهم عذاب شديد. کسانی که کفر ورزند عذاب شدیدی در انتظار آنهاست. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير. و کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح کنند، آمرزش خداوند و پاداش بزرگی در انتظار اوناست. خب خلاصه این آیه میشه که هیچ کاری هدر نمیره. کسی که کفران کنه عذاب میشه، کسی هم که ایمان بیاره و عمل صالح داشته باشه، این هم مهمان سفره مغفرت و پاداش خداست. خب نکته دومی که باید بهش توجه کرد در این آیه اینه که باید عاقبت اندیشی کنیم. اگر کفر بورزید لهم عذاب شدید، اگر ایمان بیارید عمل صالح انجام بدید لهم مغفره و اجر کبیر. باید عاقبت اندیشی کرد، دید که داریم این کاری که میکنیم عاقبتش چیه، ما رو داره به کدوم سمت و سو میبره، آیا ما داریم به سمت عذاب خدا پیش میریم یا داریم به سمت نعمت و آمرزش خدا میریم. یه نکته لطیف دیگه ای هم که هست خوبه بهش توجه کنیم اینه که برای اینکه کسی کافر بشه باور کافیه. الذين كفروا لهم عذاب شديد. کسانی که بیان بگن خدایی وجود نداره، مشرک باشن، برای خدا شریک قائل بشن، این کافیه برای اینکه لهم عذاب شدید. ولی در مقابل والذين آمنوا و عملوا الصالحات، باید هم ایمان باشه و در کنار ایمان باید عمل صالح هم باشه. تنها ایمان کفایت نمی کنه. و
والذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره. برای اینها آمرزش در قدم اول و دوم پاداش بزرگ است. به عبارتی تا کسی آمرزیده نشه وارد بهشت و مستحق دریافت پاداش نمیشه. اول مغفرت، بعد اجر کبیر هستش. در آیه هشتم خداوند میفرماید اف من زوجن له سوء عمله فرآه حسنا. کسی که عمل بدش برای او آراسته شده و اون رو کار خوب میدونه، اون رو ببینید، اون شخص آیا مانند کسیه که هدایت شده؟ حالا این بخش دومش نیومده. وقتی که بخش دومش نمیاد چند تا بچه مختلف داره، یکی از روی توبیخ یا تحقیر، که تحقیر خلافکارانی که اومدن اینجا در واقع کار بد خودشون رو خوب دیدن. خب این گرفتاری بزرگیه، بلای بزرگیه، چرا که اصلا مانع توبه میشه. کسی که متوجه نباشه که این کاری که داره انجام میده کار بدیه، اصلا توفیق توبه پیدا نمیکنه، چرا که فکر میکنه کار خوبیه. میبینیم شخصی اومده با سرش مثلا دیوار رو میشکونه، با افتخار داره میگه آقا به من جایزه هم بدید. خب آقا این کار حسنی نیست که، این کار بدیه. شما دارید این کار رو به عنوان یک کار حسن میبینید. و نکته دیگه این که مؤمنین واقع گرا، واقع بین هستن و میبینن، یعنی کار حسن رو حسن میبینن و کار بد رو بد میبینن، در مقابل کفار که عمل بد خودشون رو خوب میبینن و در واقع واقع بین نیستن. خب در ادامه میفرماید فَإِنَّ اللَّهُ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. خب بهش اشاره کردیم در 3-4 آیه قبل که خداوند هر کسی رو بخواد هدایت میکنه و هر کسی رو بخواد گمراه میکنه. حالا این چطور ممکنه خداوند هر کسی رو بخواد؟ یعنی توضیح دادیم که آیا دل بخواهیه با هوای نفسه؟ بله، خداوند چون حکیم هستش هر چیزی رو انتخاب کنه از روی حکمته و ما خیالمون کاملا راحته که بهترین انتخاب رو خدا میکنه. فلا تذهب نفسو که علیهم حسرات ان الله علیمون به ما یصنعون. ای پیامبر، با حسرت خوردن بر این کفار جونت رو در واقع در خطر قرار مده. خداوند آگاه هست، علیمون به ما یستان، مطلع از اون کارهایی که اینا دارن انجام میدن. در آیه نهم خداوند میفرماید والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا. خب خداوند هست که ابرها رو ارسال میکنه و بادها رو ارسال میکنه و اینها ابرها رو برمی انگیزانند. والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا. این بادها میان و ابرها رو جابجا میکنن. فسقناه الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها. و زمینی که مرده رو ما زنده میکنیم. کذالک النشور. و همچنین است روز رستاخیز و قیامت، همینطوری که زمین مرده زنده میشه، انسان ها هم از قبل برانگیخته میشن و زنده میشن. خب دوباره بیایید به چند تا نکته اینجا توجه کنیم. اول اینکه ما این باد و جابجایی ابرها رو از خدا ببینیم. والله الذی، خداست که بادها رو ارسال میکنه و ابرها رو جابجا میکنه و در جای بارون میاد و جایی نمیاد. اینها همه با اراده الهی است. یه نکته دیگه هم از کذالک النشور بذارید بیان کنیم، اون هم این که ما برای این که از غیب مطلع بشیم بیاید از محسوسات استفاده کنیم. عالم رو که نگاه کنیم، این عالم همش آیه خداست و ما وقتی که میبینیم یک زمین مرده داره زنده میشه، ما آگاه میشیم از قیامتی که مرده ها زنده میشن و این آیه است برای اون. من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. هر کسی که به دنبال عزته، تمام عزت برای خداست. فلله العزت جمیعا. خب بعضی ها دنبال
جلب عزتن، اینکه عزت پیدا کنن با پول، با مقام، با شهرت، با دنیا، با تمکنهای مادی، و بعضی ها با مدرک. انواع اقسام تمسکات دارن برای اینکه یه آبروی و عزتی برای خودشون درست کنن، در حالی که در این آیه خداوند میفرمایند فلله العزت جمیعا، همه عزت از آن خداست. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. یه تناسب خیلی زیبایی اینجا بین عمل صالح و ایمان رو خداوند بیان میکنه. خب سخن طیب و طاهر به سمت خدا بالا میره و عمل صالح اون رو در واقع کمک میکنه، بنزینشه، بنزین این ماشینه برای اینکه به سمت بالا حرکت کنه. و در ادامه میفرماید والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید. کسانی که برای انجام بدی ها نقشه میکشند عذاب شدیدی در انتظار اونها هستش. و مکر اولئک هو یبور، و نیرنگ و حیله اونها از بین خواهد رفت و تباه خواهد شد. خب عرض کردم که بین عمل صالح و ایمان یک تناسب خیلی زیبایی هست که در این آیه بیان شده، که همین کلمه الکلم الطیب مراد ایمان به خداست، و در روایات ما توضیح داده شده که توحید، نبوت و علل خصوص در این آیه ولایت، این کلمه طیب به این معانی است، و توضیح مفصلش در روایات ما داده شده که اصل در واقع ایمان هستش و عمل صالح کمک کننده اون هست و اون رو رفعت و بلندی میده و بالا میبره. خب انشاءالله که موفق باشیم و به دستورات خداوند عمل کنیم. انشاءالله ادامه آیات رو در جلسه بعد در خدمت عزیزان خواهیم بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.